سلام، امروز به پیشنهاد شما عزیزان با هم به یکی دیگه از خیابون‌های مشهد میریم و یک سری اطلاعات مهمی که به دردتون میخوره بهتون میگیم. با ما همراه باشید. به کانال آما گروپ خوش اومدید. اگه تا حالا کانالمون رو سابسکرایب نکردید و محتوای ما رو میپسندید و میخواید ویدیوهای جذاب بعدی رو از دست ندید، کانالمون رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم فشار بدید تا ویدیوهای جذاب بعدیمون رو از دست ندید. به بلوار فلسطین مشهد خوش اومدید. نکته اول در مورد این خیابان این استش که این خیابان در مرکز شهر مشهد قرار داره و همینطور این بلوار در منطقه یک شهری واقع شده. دو طرف این خیابان محله های احمدآباد و سجاد مشهد قرار گرفتن که جز مناطق مرفه نشین هستن. اگه تا حالا ویدیو درباره خیابان سجادمون رو ندیدین، میتونین روی لینک که این بالا براتون گذاشتم کلیک کنید و اونو از دستش ندید. در ضمن ممنون میشم ویدیومون رو لایک کنید. نکته دوم در مورد خیابان فلسطین این هستش که این خیابان از خیام تا فلسطین 18 به خیابان رئیس شناخته میشه. اکثر جوان ها برای دور کردن به خیابون رئیس میان. اگه بخوام خیابون رئیس مشهد رو با یکی از خیابون های تهران مقایسه کنم، اونو با اندرزبو که پاتوق دور هستش مقایسه میکنم. خیابون فرهاد به غیر از اینکه پاتوق خیلی ها هست یا همون رئیس، رستوران های کافی شاپ های خیلی زیادی توش هستش و به شدت رستوران ها و کافی شاپ های خوبی هستن. همینطور بهترین رستوران مشهد که رستوران پسران کریم هست و به ماهیچه های خوشمزش معروفه و میتونید تو خیابون فرهاد پیدا کنید. نکته سوم این هستش که این خیابون مانند خیابون سجاد داره بانک های مختلف و سازمان های مختلفی هست. همینطور این خیابون بورس برخی از وسایل ساختمانی از قبل کاغذ، دیواری، کاشی، سرامیک و وسایل داخل ساختمان هم میشه. در انتها باید بگم این خیابون یکی از شاهراهای مهم مشهد به حساب میاد و منی که به مشهد مسافرت میکنم حداقل تو این دوره یک بار از این منطقه عبور میکنم. همینطور به دلیل ارتباط خیابون فلسطین با خیابون فرهاد مشهد به شدت برای مسافران برای خرید و صرف غذا و دور پیشنهاد میشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. ممنون میشم برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب کنید و ویدیومون رو لایک کنید.